No علیرغم محرومیت دو ساله ماریا شاراپووا تنیسباز روس به اتهام دوپینگ شرکت نایک همچنان حامی مالی یا همان اسپانسر وی باقی میماند شرکت نایک در سال 2010 قرارداد 8 ساله ای ارزش 70 میلیون دلار با ماریا شاراپووا امضا کرد پس از اعتراف این تنیس باز مبدی بر مصرف داروی ملدونیوم در ماه مارس کمپانی نایک تصمیم گرفت و همکاری تجاری با وی پایان داد اما مدتی بعد در تصمیم خود تجه نظر کرد این تنیس باز اعلام کرده اطلاع نداشته که ملیدونیوم در لیست داروهای ممنوع فدراسیون بینالمللی تنیس قرار گرفته به گفته وی ای این دارو برای بالا بردن قدرت و کارایی مصرف نشده است در این زمان شرکت ساعتسازی سوئیسی تگ هویر قرارداد خود با خانم شاراپووا را تمدید نکرد شرکت خودروسازی پورشه نیز های تجاری خود با این تنیس باز را به حالت تعلیق درآورد